با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم، به خصوص هموطنانی که در این 40 سال انواع و اقسام شکنجه رو، ظلم و ستم و تا حتی که آنچنانی رو، تا تحقیر رو تجربه کردن، یا خودشون یا خانوادشون. ببینید دوستان، سال 57 ما میدونیم که یک دنیا علیه ایران نظام پادشاهی محمد رضا شاه آریامهر و رضا شاه کبیر و ملت ایران توطئه کردند. در این شکی نداریم، در این شکی نداریم. توطئه کردند چون رشد ایران، پیشروی ایران در سطح منطقه و دنیا و اختیار اقتصاد دنیا رو تقریبا دستش گرفتند، داشت کورشون میکرد. حسادت، بخل، بدبختی، فلاکت که الان همه اونها سرشون اومده و صدها برابر بدتر از اون تو راه براشون. روی سخنم بیشتر با اوناست که زجر دیده هستند، درد کشیده هستند، پشت در زندان ها رفتن، پیشنهادها بهشون شده و خیلی های دیگه. دنیا به این نتیجه رسید که تاریخ مصرف آخوندها تموم شده است، اما دنبال جایگزین میگشتند. آمدن رو اصلاح طلبها خیلی سرمایه گذاری کردند. حالا اصلاح طلبهایی که پشت قصه با مجاهدین خلق و اصولگرا هم در کنارشون به پول و ثروت و مقام رسیدند و تاراج و دزدی و خیانت و خیانت در امانت و از این حرف. بعد از مدت تق اصلاح طلبان در اومد، دیدن نه، اینا نمیشه، مردم دیگه بینا اهمیت نمیدن. حالا اون سالهای اول آقای سید خندان و خاتمی جنایتکار و میر حسین کسافت و و و و میر حسین با یک حرف فاتحه خودش رو داره دستش رو خوند: ما آرزو داریم برگردیم به عصر طلایی امام. خب تموم شد عصر طلایی امام، عصر طلایی جنایت و خیانت و ظلم و ستم و زندان و دربدری و آوارگی و یک مش کمیته رو حاکم کردن بر کشور که غیر از فحش، غیر از شکنجه، غیر از کشتار کاری بلد نبود. بعد از اصلاح طلبها آمدن دیدن نمیشه، رفتند و با سپاه کنار اومدند. گفتن خب نیروی آخونده رو میبریم، سپاهی رو جاش میاریم. آخونده با زبان خوش اومدن اولش، بعد پدر مردم در آوردن. اینا از همین اول با زور بیان. سلیمانی رو بادش کردن، یک آدمی که یک روز آموزش نظامی نیده، یک روز نمیدونه نظام چیه، ارتش چیه، سپاه چیه. آوردن بادش کردن، بزرگش کردن و دیدن که از این جنایتکارتر و خیانتکارتر کسی در دنیا نیست. حالا همه اینا سر چیه؟ سر گاز و نفت و معادن و ثروتی که این کشور داره. اینا همه برای کیسه دختر، همشون. سپاه هم خلاصه میخشه داشت میکوبید، کشتار زیادی را انداخت، زد، گرفت، ال کرد، بل کرد، تو خونه ها ریخت و هر کاری که تونست کرد. این همه کاری مملکت شد. وزارت اطلاعات کشک، حتی سپاه داخل کشورم کشک، سپاه قدس شد همه کاره. آمریکا و اینا بادش کردند تا جوری شد که ام به سلیمانی و سلیمانی ها مشتبه شد که ما خدای روی زمین هستیم و آمریکا کیلو چنده، این کیلو چنده. اینها فکر اینه که اینه که بهتون میگم دوستان، اینها کسایی هستن در خارج کشور نشستن، از اول این توطئه ننگ سرمایه گذاری کردند، الان هم همشون قعر چاه هستند. چین، شوروی، روسیه فعلی، آمریکا و تمام اروپا، همه اینها گفته گنج پیدا کرد. ما در حال ورشکستگی و بدبختی هستیم، خودمون نجات بدیم با این گنج. و اینم در رو هر گنج یک مار نشسته. اما یک چیزی رو فراموش کردند. سال 57 سیستم های ارتباط جمعی نبود، مدیا نبود، اینترنت نبود. تو ایران دو تا استاد شبکه تلویزیون بود، ارتباطات روزنامه های ساده بود، ارتباط با جای دیگه نبود. 4 تا رادیو بود، یکیش بی بی سی بود.
تمام مردم به بی‌بی‌سی گوش میکرد. اون هر چی دلش باز دروغ میگفت. رادیو اسرائیل به بدبختی میگرفت. جمعیت ایران 30 میلیون نفر بود، الان 80 میلیون نفره. همین جمعیت زیاد ریشه شما رو چنان بکنن که تا هزار سال اثری ازشون نباشه. شکنجه هاتون، ظلماتون، ستماتون، دروغاتون، آدم فروشیاتون، کشور فروشیاتون، مزدوری کردنتون، بدترین کار تو دنیا جاسوسی بر کشور از کشور خود جای دیگه است. جاسوسی زل و ستمه، ولی به خاطر منافع کسی دیگه، کشورهای دیگه، افراد دیگری، کشور خودتو بفروشی، افراد خودتو بفروشی، توف تو شرفتون. توف تو شرفتون خیلی خوبه، چیزی که نگفتم. شما تبهکارا، شما جنایتکارا، شما ستمکارا، شما شکنجگرا، شما دزدها، شما راندخارها، شما مفتخورها، شما زارو صفتها. چیزی بدی گفتم؟ کدوم یکیش دروغه؟ چیزی خیلیش نگفتم، نمیگم. دوستان عزیز، ما داریم وارد مرحله جدیدی میشیم، به خصوص که بالغ بر 60-70% هموطنای ما نسل جوان هستن. اینها بعد از این توطئه ننگین به دنیا آمدن یا دهه 50 هستند. ما میدونیم که اینها اولین کاری که کردن، جنایتکاری که بودن سر کار، این دستشانده ها، سعی کردن فرهنگ ما رو نابود کنن. ولی فرهنگ هیچ وقت نابود شده نیست. شاید بالا پایین داشته باشه، اما باز سر باز میکنه، باز میاد بالا. حتی آسفالت بکنید شما، میزنه بیرون و میاد. دیدیم اون سال اولی که آمدن سر کار و شور حسینی داشتن، همشون باز ایرانی ها عیدشون رو گرفتند، چهارشنبه سوریشون رو برگزار کردند، سیزده به درشون هم رفتند. و الان آمدن به جایی رسیدن که تمام داشتهای خودشون رفته زیر سوال، تمام اون علمی که داشتن رفت زیر سوال، همش پوچ در اومد. احکامشون، اخلاقشون، رساله هاشون، روایت هاشون، حکایت هاشون. دوستانی که قبل از این توطئه ننگین یادشون هست، اروپا بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای فقیر بودند. قبلش هم که بدبخت بودند. یک کتاب بودم تقاطع من گیرش نیاوردم، نویسندش یه ایتالیاییه. واقعا یک کتاب گیرش اومد، بخونید دوستان، زندگی مردم ایتالیا، مردم اروپا اون زمان رو بخونید. و فیلم های زیادی هم هست که دیدیم دیگه، در اروپا قبل از جنگ جهانی بعد چه اتفاقات، چه در چه وضعی زندگی میکردن، چه فلاکت داشتن. خیلیشون از فقر و فلاکت و قحطی فرار رفتن آفریقا و خیلی جاهای دیگه. اونایی که قبل از این توطئه ننگ رفتن اروپا میدونن اروپایی ها واقعا سخت زندگی میکردن. اگه صنعتشون فعال شد، کار کردن، چون ناچار بودن یه کاری انجام بدن، باید یه کاری بکنن، چیزی که نداشتن، نفت که نداشتن، گاز نداشتن، یه موقع کشاورزی رو اینقدر تخگاز رفتن، اینقدر کود شیمی زدن که تمام آبهای زیر زمینیشون همه آلوده شده و الان هم کشاورزیشون جواب نمیده. یعنی خیلی مشکلات دارن در بخوام اینجا برسن. اما شما حالا حساب کنید بعد از اینکه اینا آمدن خاورمیانه، عمر زلتا آمدن جمع شدن اینجا، کوتاه مدت معسلشون بود، یک بار دیدیم که اماراتی که کنار دریا مردم توارد میرفتن قبل از این توطئه ننگین، همین ترکیه اینجا ببینید چه وضعی داشت. و کشور اروپا یه طور نونوار شدن همشون. کسی هست یه طور پول میشه نونوار میشه؟ شما آمدی حق ملت این کشورها رو خوردید، بردید، دزدیدید، بدهی هایی که داشتید ندادید، کشورها رو نونوار کردید. اما صادقانه به من بگید، آیا تونستید واسه مردمتون آرامش بخرید؟ آیا تونستید واسه مردمتون کاری بکنید؟ امیدوارشون به آینده. هرگز با این پولهای دزدی و پولهای ایران بردن و نفت ایران بردن و گاز ایران بردن و مال قطر بردن و مال کویت بردن و مال امارات، مال عربستان و این پولها برای شما آرامش و آسایش نیاورده و نخواهد آورد. خوشحال این 6-7 هزار میلیارد دلار اسلحه فروختیم. خب اسلحه فروشی کاریه، اوتپوتش چیه؟ کشتار از پول خون دیگران. ولی 14 هزار میلیارد دلار تو ران ضرر کرد یا بیشتر ضرر خواهید کرد، چون چیزی به کاری نکردی که تولیدی باشه بیا چیزی همش نابود کنه.
سوریه رو خراب کردید، ایران خراب کردید، عراق خراب کردید، افغانستان خراب کنید، بخواه خونه خودتون آباد کنید، محاله. همه تو نابودی. طبق قانون کائنات شک داری قصه نیست. و رفسنجانی که از خائنین بزرگ و برفته بود اروپا ما چیکار کرد؟ یه آدم احمق این رفسنجانی گذاشتن سر کار و خودش خدا میدونست امیر کبیر و فلان. تمام سیستمای قدیمی گذشتش و کهنه‌شون رو فروختن به ایران. آقا پول نداریم، اشکال نداره، از چیز ساب کانفر با مرکز حله. رفسنجانی ظرف اون زمان رفسنجانی ظرف 134 میلیارد دلار ایران بده کار کرد. هر چی اشغال داشت فرستاد ایران شد، ایران شد گورستان صنایع تمام اروپا و جاهای دیگه. کارخونه که مثلا چیکار بکنن؟ بعد رفتن صنایعشون رو نوسازی کردن، باز با اونا سعی کردن با بفروشن. الان صنایع اروپا کجاست؟ این پولا جواب نمیده. کی یاد میگیرید؟ من نمیتونم. بعد من یک راهکار اساسی تنها رو کار رو هم بهتون خواهم گفت. سر فرصت میگم که چیکار باید بکنم. رو سخنم با خانم های دنیا خواهد بود. همینقدر سربسته بگم که خانم ها، آقای ویلدورانت یکی از کم نظیرترین مورخین دنیا است. میگه در 3200 سال گذشته فقط 260 سال جنگ نبوده. مردها گند زدن به تاریخ، گند زدن به دنیا. باید دنیا رو تحویل زنها بدیم، باید بیا تحویل بگیرن خودش. حالا بعد من صحبت میکنم. ویلدورانت میگه، میگه وقتی که یک بچه کاری میکنه و فلان بیسار بمادن، مادر نمیتونه بیاد منطق سازی، یه چک بزنه صورتش مادرش بزنه، این همه چی حل میشه. از لازمی چک ها خورده بشه به صورت اینها، خواپند گیرند خواه ملال. پس اگه کسی هاشون راه کوتاه آسون نشون داد، پشتش یک منافعی داره. دوستان ما الان کاری که باید انجام بدیم فرهنگ سازی هست، آماده بشیم و دیگه این گول ها رو نخوریم. این پول ها اینجوری همش قصه است. میدونیم دیگه وارد خوبه، ما خوشبختانه اکثریت مردم اینو میدونن. و این امثال این خانم و اون آقا و اینا دیگه باید برن کفش و عکس بزنن. عزیزید، ایام بکن و بیاسم باشید.